بهداشت روان. با سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه آینه، من دکتر عباس آزادیان هستم و خوشحالم که این هفته هم در کنار شما هستم. امیدوارم که در کنار عزیزانتون هفته خوبی داشتید و آماده اید که برنامه جدید ما رو در چارچوب برنامه سلامت روان نگاه کنید. امروز در ادامه بحثایی که در مورد بیماری‌های شخصیتی داشتیم، بحث دیگه رو آماده کردیم که با دکتر حسین عبداللهی ثانی عزیز همراه هر هفته من و دکتر کامران بردبار عزیز، دوست و همکار خوبم، این برنامه رو خدمتتون ارائه میدیم. دکتر بردبار بارها مهمون ما بودن و احتیاج به معرفی زیادی ندارن. ایشون روانپزشک هستن و سالیان سال است که در تورنتو مشغول به کار هستن و تکیه کارشون در روانپزشکی روی کودکان، نوجوانان و جوانان میباشد. دکتر بربار عزیز خوش اومدید، سلام علیکی داشته باشید و بعد حسین جان سلام علیکی داشته باشن تا برنامه رو شروع کنیم. بفرمایید. خیلی ممنون آقای دکتر آزادیان، آقای دکتر ثانی، خوشحالم در خدمتتون هستم. با عرض سلام خدمت دیگر هموطنان و مخاطبان عزیز برنامه آینه در خدمتتون هستم امروز. مرسی کامران عزیز. حسین جان بفرمایید. منم درود فراوان میفرستم خدمت کامران عزیز، شما عباس جان، و عرض احترام و سلام خدمت یاران و دوستداران آینه در سراسر این کره خاکی، به خصوص میهن عزیزمون ایران. خیلی ممنون عزیزان. عزیزانی که برنامه ما رو تعقیب میکنن میدونن در چند هفته گذشته در مورد بیماری‌های شخصیتی صحبت میکردیم. گفتیم که بیماری‌های شخصیتی رو به سه گروه یا سه خوشه مختلف تقسیم میکنیم. گروه اول که در موردش قبلا صحبت کردیم، کسانی هستند که آدمای منزوی هستن، آدمای گوشه‌گیری هستن، ممکنه افرادی باشن که افکار عجیب و غریب دارن یا حالت حساسیت و بدبینی خیلی شدیدی دارن. گروه دوم یا خوشه دوم بیماری‌های روحی روانی رو هم در مورد صد از بیماری‌های صحبت کردیم و امروز در مورد یکی دیگه از این بیماری‌هایی که تو این گروه می گنجه صحبت می کنیم، شخصیت ضد اجتماعی. دکتر بربار عزیز، بذار شما شروع کنیم، یه حس کلی بدید که این گروه دوم یا خوشه دوم بیماری های شخصیتی چه جنبه های مشترکی دارن و با چه خصوصیاتی کل این خوشه برجسته میشن. بفرمایید. بله، این خوشه دوم شامل 4 مشکل شخصیتی است که اینا اصطلاحا میگیم شخصیت های که یه جوری بد هستن، مشکل شخصیتی سختی هستن. یکیش همون شخصیت ضد اجتماعیه که امروز راجبش صحبت میکنیم. بعد شخصیت اونایی که سر مرز هستن، از نظر شخصیتی بالا پایین میرن. شخصیت سوم تو این خوشه شخصیت خودشیفتگیه که خیلی اونایی که مثلا از خودشون خیلی راضی هستن، و آخرش هم اونایی که خیلی حرکات عصبی دارن. بیشتر این خصوصیت این خوشه دوم اینه که افراد دوروبر خیلی اذیت میشن از اون شخصیت هایی که این مشکلات رو دارن، اون اشخاصی که این مشکلات رو دارن. حالا بعضی وقتا میتونه این ناراحتی ها روحی روانی باشه، بعضی وقتا فیزیکالی و از نظر جسمانی هم میتونن حق و حقوقشون ضایع بشه. به هر حال این شخصیت ها، خود این افراد هم خیلی صدمه میبینن، در فشار هستن، ولی این معمولا رفتارشون باعث ناراحتی افراد دوروبرم و خانواده و دوستان میشه. این خصوصیات مشترکشونه. خیلی ممنون دکتر بردبار عزیز. برمیگردیم و بیشتر در مورد خصوصیات بیماری شخصیتی ضد اجتماعی صحبت میکنیم، ولی این نکته که مطرح کردید نکته خیلی مهمیه که
این افراد، این بیماران نه تنها خودشون اذیت میشن بلکه دیگران را هم خیلی اذیت میکنن و فهم میکنم که بیدلیل نیست که این بیماری شخصیت رو به اسمهای مختلف در طول تاریخ خطاب کردن، از جمله شخصیت سایکوپات. حسین جان یه اشاره‌ای داشته باشه در مورد تاریخچه این بیماری که اولین بار کی مطرح شد و چه تغییراتی کرده تا به این چیزی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد رسیده. بفرمایید. ممنونم عباس عزیز. همه بیماری های روانپزشکی جاپایی توی تاریخ بشریت دارن، چیزی نیست که به تازگی در واقع خودشون نشون داده باشه، منتها تشخیص های ما بعضیشون خیلی قدیمی تره بعضیشون جدید تره. در مورد اختلالات شخصیتی کلن تشخیص های جدیدی است و شاید به دو قرن مجموعاً تاریخششون نمیرسه. اختلال شخصیتی رو اگه ما مجموعاً نگاه میکنیم، اون ویژگی هایی که داره نگاه و به شخصیت های تاریخی اگر نگاه بکنیم، میبینیم که با توجه به اینکه انسان های در واقع خشن پرخاشگر همیشه توی تاریخ سلطه‌گری میکردن و جز افراد بالای جوامع بودن مثل سرداران بزرگ، تا اینکه بعدش میرسه به دیکتاتورهای بزرگ، آدم فکر میکنه که بیشتر اینا شخصیت‌های ضد اجتماعی بودن با این کرایتریا و تعریفی که ما امروزه داریم. و اما به صورت علمی و روانپزشکی اولین بار فیلیپ پینل روانپزشک فرانسوی و همچنین ژان اتین دومینیک هم روانپزشک فرانسوی بود در قرن 18 و اوایل قرن 19 بیماران رو تعریف کردن و ویژگی‌هاشون رو گفتن که با اینا بیماران آنتی سوشال امروز هستن و میشه گفت که شناسایی و تعریف اینا از قرن 18 و 19 توسط اینا شروع شد. و بعد در قرن 20 در واقع روانپزشک آمریکایی کلرک لی و یک روانشناس کانادایی به اسم روبرت هر این شخصیت ها رو نامگذاری کردن به اسم سایکوپات یا سوشیوپات تعریف کردن. و شخصیت ضد اجتماعی یعنی آن سوشال پرسونالیتی دیزوردر در واقع تو DSM-3 وارد متون روانپزشکی شد و اولین بار براش کرایتریا تعریف کردن که در 1980 بود و از اون به بعد خب تحقیقات بیشتری شد و این دیگه به عنوان یه تعریف و یکی از در واقع شخصیت های تعریف شده خوشه بی یا کلاستر بی هست که همیشه مطرحه و تشخیص گذاری میشه توسط روانپزشکا و ویژگی هایی داره که حالا توی ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنون حسین جان از تاریخچه مختصری که برای ما مطرح کردی و این خیلی مسئله مهمیه که تکیه کردی که واقعا بیماری های شخصیتی از لحاظ تاریخچه درکی که ما از انسان و رفتارهای انسانی داریم واقعا یه پدیده به نسبت جدیده، یعنی همونطور که گفتی شاید 200 سال شاید حتی کمتر سابقه داره توصیف این بیماری های شخصیتی. کامران جان در مورد خوشه بی و خصوصیات برجسته این گروه این خوشه صحبت کردی و همونطور که اشاره کردی 4 تا بیماری رو شامل میشه. شخصیت مرزی رو اشاره کردی که آدمایی هستن که استواری عاطفی و رفتاری و ارتباطی ندارن، دائم در حال بالا پایین شدنن، رفتارهای تنشی و کنشی دارن، به شکل ناگهانی تصمیم میگیرن. شخصیت خودشیفته رو اشاره کردی، کسانی که واقعا خب خودشون رو مرکز دنیا میدونن و خودشون رو از دیگران بالاتر میدونن و میخوان همه حوادث بر دوروبر و محور اونها باشه. و شخصیت نمایشی یا هیستریانیک پرسنالیتی رو مطرح کردی که این افراد هم فکر میکنن دائم در حال در واقع توی صحنه نمایشن و باید دوباره مرکز توجه این و اون باشن.
این بیماری شخصیتی ضد اجتماعی چه تفاوتی با این سه تا بیماری دیگه داره؟ در واقع سوالم اینه که چه خصوصیات این بیماری داره که بر اساس اون خصوصیات این بیماری رو تشخیص میدیم؟ بله، ویژگی اصلی این شخصیت ضد اجتماعی مسئله این که حق و حقوق دیگران ضایع میشه. حالا این بعضی وقتا میتونه جنبه پرسونال داشته باشه، شخصی داشته باشه، ولی بعضی بیشتر مواقع چیزهای قانونی هم زیر پا گذاشته میشه. یعنی از عرف و عرفی که در جامعه وجود داره، اون نرمایی که تو جامعه وجود داره، همون خطا قرمزا شکسته میشه. این ویژگی اصلی این شخصیت ضد اجتماعیه. برای همین هم بهش میگن ضد اجتماعی، برای اینکه چیزایی که اجتماع فکر کرده اینا معقول هستش و نرمال باید باشه، اینا هیچ احترامی برای اون ارزش ها قائل نیستن و به حقوق دیگران احترام نمیذارن و هیچ چیزی اینا رو ناراحت نمیکنه. یعنی نه ناراحتی وجدان پیدا میکنن، نه ناراحتی اخلاقی پیدا میکنن. خیلی خونسرد با اینجور موارد روبرو میشن و ازش میگذرن. چیز اصلی، ویژگی اصلی این شخصیت روی این مبنا میچرخه. خیلی ممنون دکتر بردار. حسین جان، میخوای در مورد اولین جنبهی که دکتر بردار عزیز مطرح کرد یه مقداری بیشتر صحبت بکنین، در مورد توان پذیرش قانون که ما انتظار داریم در همه افراد باشه و به نظر میاد که همطوری که کامران عزیز گفت واقعا تو این افرادی که این بیماری شخصیتی رو دارن چنین چیزی رو یا نمیبینیم یا خیلی کمتر میبینیم. بفرمایید. بله، این ویژگی خب یه ویژگی اصلی افرادی است که به عنوان شخصیت های ضد اجتماعی هستن. به نظر میرسه که جامعه پذیری، یعنی در جمع قرار گرفتن و قوانین جمع رو تابع شدن، یک قسمتی از دیولوپمنت بشره. یعنی بشر در واقع به خاطر ماندگاریش دور هم جمع شد، جامعه تشکیل داد و امروز میبینیم که جوامع خیلی بزرگی ما داریم و سیستم های خیلی بزرگ این جوامع رو دارن مدیریت میکنن به دلیل اینکه این جامعه پیشرفت کنه یا مردمی که در داخل جامعه هستن خیلی راحت زندگی کنن. در مورد شخصیت های ضد اجتماعی، پذیرش این که توی گروه و جمع قرار بگیرن و قوانین و قواعد اون گروه و جمع رو بپذیرن و اجرا کنن ندارن. نه اینکه تحملش رو ندارن، بلکه عمدن نمیخوان بپذیرن، چون این گروه افراد همیشه دنبال نفع فردی هستن. یعنی هر جایی براشون نفع وجود داشته باشه، اتفاقا توی جمع ها که قرار میگیرن به منظور بهره برداری از جمع و به منظور استثمار افرادی هست که از اینا ضعیفترن و بهره کشی و سوء استفاده از افراد برای نفع جمعی خودشون هستن. این ویژگی باعث میشه که خب مرتبا توی جامعه مورد در واقع رو در رو میشن با قانون گذارا و با مجریان قانون مثل پلیس و دادگاه و همیشه مخصوصا در مواردی که اینا قوانین رو به صورت جدی زیر پا میگذارن، اینا بازداشت میشن و در زندان های جای دیگه نگهداری میشن. ولی با توجه به اینکه این ویژگی، یعنی اختلال شخصیتیه، متاسفانه در هر موقعیتی باز بروز پیدا میکنه. یعنی حتی وقتی که زندانشون تمام میشه میان بیرون، باز هم به همون شیوه زندگی میکنن و به همون شیوه قوانین رو زیر پا میگذارن که خب تو این زمینه واقعا یکی از مشکلات کشورها و کشورهای قانونمند در واقع این است که چگونه این افراد رو باشون مقابله کنن، چگونه حالا اگه درمان پذیرن درمان کنن و یا چگونه دیگر افراد رو مسئول بدارن از تعرض به حقی که از طرف این افراد ضد اجتماعی صورت میگیره. خیلی ممنون حسین جان. کامران عزیز، یکی دیگه از خصوصیاتی که این افراد دارن، همونطور که حسین گفت، برای اینکه ما در جمع زندگی کنیم قوانین رو طبیعتاً باید رعایت بکنیم، ولی در ضمن باید
بتونیم با دیگران، با انسان‌های دیگه همکاری کنیم، وگرنه واقعا سنگ روی سنگ بنا نمیشه اگر ما بخوایم از دیگران فقط سوء استفاده کنیم. به نظر میاد که یکی از خصوصیات افرادی که بیماری شخصیت ضد اجتماعی دارن اینه که توان این همکاری رو با دیگران ندارن، دائما دنبال اینن که سوء استفاده بکنن از دیگران، سر دیگران رو کلا بذارن و نفع خودشون همیشه اولویت داره. آیا اینطوریه؟ در مورد این مسئله و این خصوصیات این بیماران صحبت کنیم. بله کاملا اینطوریه و این حتی یکی از اون شرایطی که آدم تشخیص میخواد بذاره در این مورد، در مورد شخصیت 7 شرط داره، یعنی 7 به کرایتریا بهش میگن داره، که برای اینکه آدم بتونه این تشخیص رو بذاره باید 3 از این 7 کرایتریا وجود داشته باشه. یکی از اونها همین مسئله میتونیم بگیم کلاهبرداری، دروغگویی، کارهای خلاف کردن، سوء استفاده از اعتماد بقیه. این یکی از اون شرایطیه که معمولا بعضی از این افراد دارن که همش دور محور اینی که منفعت به خودشون برسه و منفعت دیگران براشون مهم نیست و هیچ حق و حقوقی برای بقیه قائل نیستن، که در اون چارچوب اینها همه کاری میکنن. یکیش میشه همین کارهای خلاف قانون، کلاهبرداری و دروغگویی و فریب دادن دیگران که الا هر از چنگایی هم مچشون گرفته میشه و باعث مسائل قانونی میشه. به هر حال چند تا محور اصلی این داستان اینه که حق و حقوق بقیه ضایع میشه و مسائل قانونی پیش میاد. حالا این میتونه از چند طریق باشه، یکی از طریقاش دروغ گفتن و فریب کار کردن و کلا سر مردم گذاشتن یا دیگران گذاشتن هستش. خیلی ممنون کامران جان. یاد یکی از مریضا میفتم که با یه آقای آشنا شده بود و به هر حال یه رابطه دوستی ایجاد کرده بودن و این آقا خیلی اصرار داشت که این مریض من، این فرد باش همکاری کنه و سرمایه گذاری کنه و بالاخره بعد از یه مدت قابل توجهی، یک سال و نیمی که این دوستی ادامه پیدا کرد، در نهایت این مریض من بهش اطمینان میکنه و 25,000 دلار برای به این پول میده، چون یه قول داده بود که با این سرمایه گذاری میکنه و هر ماه یه درصد خیلی قابل توجهی بهش پول برمیگردونه. و بعد از اینکه این فرد رو پول رو گرفت دیگه غیب ایستاد و این مریض من میگفت دیگه هیچ وقت اون فرد رو ندید، هر کاری کرد که پیداش بکنه ناموفق بود. فکر کنم یکی از این مواردی باشه که شما بهش اشاره کردید، افرادی که واقعا قانون شکنن و نفع خودشون رو اولویت میدن به هر چیز دیگه ای و واقعا دائما در حال تلاش برای اینن که سر دیگران رو کلا بذارن. واسه جان، غیر از اینجور چیزها به نظر میاد که اینها خیلی هم اهل دعوا و مرافع و جنگ و جدلن، یعنی کنترل کمی روی عصبانیت خودشون دارن و سر هر چیزی ممکنه یک دعوایی رو شروع بکنن، چیزی که در جامعه خودمون تو ایران کم نمیبینیم. آیا اینطوره؟ بله، اون حالت تکانشی بودن جزء یکی از ویژگی‌های اصلا خوشه بی هست، کلاستر بی هست بیشتر، یعنی همه افرادی که تو این کلاسترن از نظر کنترل هیجاناتشون دچار مشکلن و از جمله شخصیت‌های ضد اجتماعی که هیچ وقت سعی هم برای کنترل این نمی‌کنن، به خصوص کنترل خشمشون، یعنی همیشه خودشون رو در واقع حق به جانب میدونن و بروز خشم رو چه به صورت فیزیکی و چه به صورت حالا داد زدن سر دیگران کاملا حق خودشون میدونن و هیچ تلاشی برای اینکه اینو کنترل کنن ندارن، که یکی از مواردی که خب ما اینجا هم برخورد میکنیم توی کلینیک، اینا از طرف سیستم قضایی به ما اجازه داده میشن برای یاد دادن یا درمان انگر منیجمنت یا کنترل خشم، برای اینکه خب این خیلی بسیار آسیب رسانه این ویژگی و هر آدمی خشم داره، خشم عمانی یکی از احساسات منفی بسیار قوی در وجود همه انسان ها هست
ولی چطور میشه که خیلی از انسان‌ها میتونن با این کنار بیان و آدم عصبانی خشمگین نیستن، به کسی آسیب نمیرسونن، ولی بعضی دیگر با کوچکترین اشاره و گفتن اینکه بالا چش دبرو از کوره در میرن و به دیگران آسیب میرسونن. توی کانادا خب قانون بسیار قوی عمل میکنه در این مورد و عواقب بسیار ناگواری برای افراد داره. افرادی که اینجا بزرگ میشن، زندگی میکنن، حواسشون به این هست. ولی متاسفانه خب توی ایران هم جوی که تو اشاره کردی، منم سالها اونجا کار کردم، به عنوان سایکیاتریست روانپزشک قانونی هم کار کردم، این افراد به راحتی دعوا را میندازن، دعوا میکنن، کتک میزنن، چاقو کشی میکنن و به راحتی به دیگران آسیب میرسونن. خب قانونم توجهی به این که اینا آنتی سوشال هستن و بارها این کار میکنن نداره، فقط یه جریمه کوچیک که خسارت تو کوچیک میگیره و هیچ وقت هم اینا مواجه با اون نتایج عملشون نمیشن که بتونن در واقع این رو تغییر بدن، این رفتار رو. یه چیز دیگه ما باشن من اضافه کنم اگر وقت داریم. داریم وقت؟ چند ثانیه وقت داریم، بفرمایید. آره، در مورد اینکه این افراد همونجور که شما و کامران هم اشاره کردید، کلاهبرداره خیلی بزرگ و مهمی هستن و معمولا اینا اسمای مختلفی دارن، اسماشون رو تغییر میدن، مدارک شناساییشون متفاوته، تو جاهای مختلف زندگی میکنن، تو کشورهای مختلف زندگی میکنن، مهارت خیلی زیادی توی فریفتن افراد دارن و تو رابطه های زناشویی خانم ها رو بسیار فریب میدن یا خانم هایی هستن که آقایون رو بسیار فریب میدن و بسیار ظاهر پسندیده ای دارن که هیچ کسی ممکنه باور نکنه که اینا در پشت این ظاهر چقدر فریب کار هست. خیلی ممنون حسین عزیز. عزیزان اجازه بدید که استراحت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و این بحث رو با هم ادامه بدیم. با ما باشید. شما بیننده آینه هستید. با سلام مجدد، خوشحالم که هنوز با ما هستید. من دکتر عباس آزادیان هستم و از تورانتو در کنار شما عزیزان هستم و شما به برنامه سلامت روان نگاه میکنید. امروز در مورد شخصیت ضد اجتماعی صحبت میکنیم و همراه من دکتر حسین عبداللهی احسانی و دکتر کامران بردبار هستن. دکتر بردبار عزیز، در مورد اون 7 خصوصیت فکر کنم بیشترش رو بررسی کردیم، خصوصیت هایی که باعث تشخیص این بیماری میشه، ولی به نظر میاد یکی از جنبه های برجسته این بیماری اینه که حس گناه ندارن. یعنی مهم نیست که چه کاری میکنن، چه خلافی میکنن، چطوری قانون رو میشکنن، احساس گناه ندارن هیچ موقع. شاید حتی عذرخواهی براشون خیلی دشوار باشه، مگر اینکه عذرخواهی باعث بشه که از یک مشکل قانونی فرار بکنن. در مورد این خصوصیت این بیماران شخصیتی صحبت کنید، بفرمایید. کاملا درست میفرمایید، احساس گناه ندارن و احساس ندامت هم ندارن. یعنی بعضی وقتا شما امکان داره یکی باتون یه چیز توضیح بده، قبول بکنین که اشتباه شده، معذرت خواهی کنین و ابراز ندامت بکنین، ولی اکثر اینها اون حالت ندامت هم ندارن و خیلی سرد و با این مسائل برخورد میکنن و بعضی وقتا حتی اون شخصی که مثلا اینا بهش صدمه زدن اونو مقصر جلوه میدن، میگن اون باید حواسش میبود، اون باید مراقب میبود، اون نباید چک میداد، اون نباید اعتماد میکرد، یا اون نباید اون موقع مثلا توی اون خیابون تنها راه میرفت. و برخوردشون بیشتر اینه که نه تنها خودشون مسئولیت قبول نمیکنن، مسئولیت و حتی به دوش اون آدمی رو که اینا مثلا حقش رو ضایع کردن وارد میکنن یا قائل میشن. این میشه همون خصوصیتی که اینا کاملا از نظر حسی بی تفاوت هستن، هیچ حس همدردی ندارن و هیچ حسی که قبول کنن که یه ضایعی به یه نفر دیگه وارد کردن رو ندارن. میشه اون جزء ویژگی های دیگه این شخصیت ضد اجتماعی.
بهش نگاه کرد؟ باید خیلی سخت باشه کامران جان با این افراد زندگی کردن نه؟ یا همکار این افراد بودن؟ بسیار سخت هست برای اینایی که با اینا زندگی میکنن، با اینا کار میکنن، چون به مرور زمان اینا تو جنبه های متفاوت نشون میدن خودشونو و بعد برای بقیه قابل توجه خواهد بود که اینا چقدر بیرم هستن نسبت به بقیه انسان ها و خب خیلی این باعث میشه که اینا زندگی زناشویی جدا بشه، طلاق گرفته بشه، از نظر کار خیلی وقتا مشکل پیدا میکنن، اخراج میشن و معمولا چیز ثباتی ندارن، یعنی شرایط زندگی که تثبیت شده باشه ندارن و با توجه به اینکه خودشون هم خیلی آدم های هیجانی و آنی هستن زیاد نمیتونن برنامه ریزی کنن برای برنامه های زندگیشون، از نظر مالی، بدهکاری، صورت حساب دادن، تنظیم اینکه مثلا به موقع هزینه هاشون رو بدن، خیلی بی مسئولیت برخورد میکنن و طبعا این توی رابطه زناشویی و مشترک اثر منفی میذاره که درصد طلاق هم میره بالا توی این شرایط. این من میخواستم سوال بکنم از حسین جان که در مورد خشونت مطرح کرد و اینکه خیلی از این افراد ممکنه از طریق دادگاه به کلینیک ماها رجوع داده بشن، میخواستم در واقع همینو بپرسم که آیا خشونت های خانوادگی هم بیشتر به وسیله این افراد ضد اجتماعی صورت میگیره یا نه اونو باید به یه حالت وسیع تر و فراتر از مسئله شخصیتی نگاه کرد و بهش پرداخت. حسین جان میخوای شما؟ بله، خشونت همونجور که قبلا هم اشاره کردیم تو این افراد خیلی میزانش بالاست، در شرایط مختلفی هم دست به اعمال خشونت میزنن و از جمله اگر خانواده‌ای داشته باشن یا در خانواده زندگی کنن مطمئنن اینا دست به خشونت میزنن برای در واقع استفاده از دیگران و یا به کرسی نشاندن خود حرفشون و حقوق دیگران رو زیر پا گذاشتن. و دامستیک وایلنس یا خشونت خانگی یک قسمتش توسط خب این افراد اعمال میشه، ولی خب همه اونایی که دست به این کار میزنن بقیه ویژگی های افراد ضد اجتماعی رو ندارن و خیلی هاشون مبتلا به در واقع بیماری عدم کنترل تکانه یا عدم کنترل خشم هستن. یعنی ممکنه یه فردی باشه که فرد ضد اجتماع نباشه ولی تو این زمینه مهارت لازم رو کسب نکرده یا اینکه از بچگی طوری بزرگ شده که بهش یاد ندادن که چجوری هیجانات خودش رو کنترل کنه یا مدیریت بکنه. و چیزی که کامران هم بهش اشاره کرد واقعا خشونت یک طرفه و بیرحمی خیلی زیادی که این افراد دارن و عدم همدردی که با دیگران دارن، چه با انسان‌ها چه با حیوانات، خیلی خیلی تکان دهنده است و آدم واقعا یاد شخصیت‌هایی میفته که شخصیت واقعی هستن، تو موقعیت‌های مختلف به راحتی انسان‌های بیگناه رو میکشن یا شکنجه میکنن یا حیوانات رو میکشن بدون اینکه کوچکترین حسی در اونا ایجاد بشه، یعنی کاملا با حق خودشون میدونن که برای لذت بردن حتی دیگران رو اذیت کنن و بکشن. و متاسفانه خب اینا مطمئنن افراد ضد اجتماعی هستن، چون افراد معمولی دست به خشونت هم بزنن همجوری که کامران هم اشاره کرد پشیمان میشن و همه افرادی که به کسی صدمه میزنن بعدا با خودشون و با وجدان خودشون مشکل پیدا میکنن، ولی اینا به هیچ عنوان این احساس پشیمانی رو ندارن و همیشه هم از خودشون دفاع میکنن و یا اینکه اصلا انکار میکنن که دست به این گونه اعمال زدن. خیلی ممنون حسین جان، ولی یه سوال برای من پیش میاد و این سوال واقعا از هر دوتای شما دوست دارم بپرسم. خب اگر این دیگر آزاری یا حیوان آزاری یا شکستن قوانین یه چیز شخصیتیه و البته ما هنوز در مورد علل این بیماری شخصیتی صحبت نکردیم، ولی اگر یک بیماری شخصیتیه آیا این افراد اصلا مسئولیت قانونی دارن در مقابل کاری که میکنن
من ذهنیتم یک کسیه که مثلا اسکیزوفرینیا داره و صدایی میشنوه و این صدا بهش دستور میده یه کاری بکنه و ممکنه دست به یه بر اساس اون صدایی که شنیده دست به یه کاری بزنه و تو اون شرایط ممکنه دادگاه تصورش این باشه که این فرد واقعا تحت اراده خودش این کار رو نکرد. نظر شما چیه؟ کامران جان از شما شروع کنم. آیا این افراد واقعا مسئولیت قانونی دارن یا مسئولیت اجتماعی دارن اگر دچار یه بیماری هستن و دست به خطا و خلاف و حالا دیگر آزاری و حیوان آزاری میزنن؟ بسیار سوال خوبیه، ولی یه فرقی که داره با اسکیزوفرنیا و بایپولار یا دو قطبی اینه که اونا واقعیت رو نمیدونن چیه، یعنی زیاد حواسشون نیست که واقعیت چیه و اینجور نیست که بدونن داره کار خلافی میکنن، بلکه واقعیتشون یه واقعیت متفاوتی هست از آنچه که ما میبینیم و میدونیم، حالا چه این باشه که صدا بشنون یا یه چیزی ببینن، اون میشه واقعیتشون، بر در اون واقعیت قدم بر میدارن، حرکت میکنن. برای همین از نظر قانونی مجازات کیفری شامل اونا نمیشه، برای خب باید درمان بشن. در مورد مسائل شخصیتی فرق داره، اینا میدونن دور و برشون چی میگذره، خوبم آشنا هستن، ولی اینا شخصا تصمیم میگیرن که ارزشی قائل نشن، یعنی با اینکه میدونن یک چیزی خلاف قانونه یا یکی رو دارن کلا برداری میکنن، ولی اون کار رو انجام میدن چون که براشون زیاد مهم نیست. پس فرقشون با اون گروه اول اینه که اینا میدونن ولی علی رغم این زیاد براشون مهم نیست و اون کار رو انجام میدن. برای همین تا اونجایی که دیگه حق و حقوق بقیه رو عمدن ضایع میکنن و با اینکه میدونن، اون مجازات خواهد داشت، پیگرد قانونی خواهد داشت و نمیتونن از این چیز توجیه استفاده بکنن که این یه ناراحتی روانیه پس ما معذور هستیم از مجازات. حالا به هر حال کاری هم که آقای دکتر ثانی انجام میدن یه چیز فیما بینه که میگن خب اوکی شما نمیدونستی یا فکر کردی مشکله، پس حالا فعلا برو کمک بگیر، درمان بگیر، مشاوره بگیر که یه مقدار با حقوق بقیه آشنا بشی و اینکه بتونی خودتو وادار بکنی که حق بقیه رو ضایع نکنی و یه تعهدی از اون آدم بگیرن که حالا وارد چیز کیفری نشه. ولی من مشتاق هستم که جواب آقای دکتر ثانی هم بشنوم که ببینم در این رابطه چی فکر میکنم و تجربهشون در مورد اون افرادی که اومدن کلینیکشون چطور بوده. حسین جان بفرمایید. بله ممنونم عباس جان. بله اگر کسی که خب تو کار وکالت میکنه یا لایر هست اینجا بود خیلی بهتر میتونست مسئله رو باز کنه، ولی از نظر من تا اونجا که میدونم مسئولیت قانونی به کسی برمیگرده که کاملا به کاری که میکنه آگاهی داره و حق انتخاب داره، با انتخاب خودش این کارو میکنه و نتیجهش هم میدونه، واقف به نتیجهش هست. برای همین وقتی که بیماری که بیمار روانیه و بر اساس اون توهمات خودش دچار به یک کار خلافی دست میزنه، خب این مسئولیت قانونی نداره و همیشه هم قانون اینا رو محدود میکنه برای اینکه دیگه این کارا رو نتونن بکنن، حالا یا جایی نگهداری میشن یا اینکه بهشون محدودیتای میدن که از خونه بیرون نرن یا کار دیگه. ولی در مورد شخصیت اختلالات شخصیتی هیچ، ما در مورد اینا عدم آگاهی به شرایطشون جز کرایتریشون نیست، اینا کاملا آدمای آگاهی هستن و کاملا حق انتخاب دارن بین اینکه این کار بکنن یا نکنن و آگاهانه انجام میدن و با توجه به این کاملا هم مسئولیت قانونی دارن، علارغم اینکه ممکنه که با دادگاه و قانون مواجه بشن بگن ما نمیدونستیم، ولی خب توجیهشون میکنن، اطلاع بهشون میدن. خب کامران سوالی که کردن اینه که خب این افراد مثل بقیه شخصیت ها از نظر شدت این اختلال در سطوح مختلف قرار دارن و اینایی که من اشاره کردم به عنوان حالا عدم کنترل تکانه، عدم کنترل خشم به ما ارجاع داده میشن فقط در سطح حالا یه دعوای خیابانی بسیار جزئی یا یه
خشونت خانگی و ممکنه و هست بقیه کرایتریا رو به صورت ضعیف داره، ولی اینا همچنان زندگی اجتماعی خودشون رو دارن. ولی خب افرادی که خطاها و یا جرایم بسیار سنگین مثل قتل انجام میدن یا شکنجه دیگران که خیلی هاشون در جرایم خیلی بزرگی اینا درگیر هستن، اینا خب معمولا اقدامات درمانیشون حتی خب به شکل گروه درمانی یا درمانهای دیگه توی داخل زندان ها انجام میگیره. و من شاید یه مورد داشتم که توی خونه در واقع ارست خونگی بود و این رو توسط پلیس آوردم پیش من و من اونجا دیدمش و اونم به دلیل این بود که زیر سن قانونی بود 17 سالش بود. خیلی ممنون حسین جان. من خودم مدت طولانی با آنتریور ریویو بورد کار میکردم و آنتریور ریویو بورد یه در واقع سازمانی است که برخورد میکنه و تصمیم گیری میکنه در مورد کسانی که بیماری روحی روانی دارن و در چارچوب این بیماریشون دست به یک کار خلاف قانون میزنن که یا معمولا یه جنایتی، حالا معمولا چیزای خیلی کوچیک زیر نظر این آنتریور ریویو بورد نمیاد. و من خب بیماران خیلی زیادی رو در جریان کارهاشون و تصمیم گیریهاشون بودم و در درجه اول کسانی که ما داشتیم کسانی هستند که بیماری های خیلی جدی روحی روانی داشتن مثل اسکیزوفرنیا و مانیا و تو چارچوب بیماریشون دست به یه کارهایی می زدن که واقعا همونطوری که کامران عزیز تکیه کرد آگاهی به کار و عواقب کارشون واقعا نداشتن یا اینکه کنترل اعمال خودشون رو نداشتن. و همونطوری که شما عزیزان گفتید توی بیماری شخصیتی ضد اجتماعی یا سایکوپاتی چنین چیزی وجود نداره. ولی از لحاظ تاریخی تو آنتریو حتی در سالهای 1970 هنوز کسانی که سایکوپاتی داشتن، تشخیص سایکوپاتی داشتن و ممکن بود کار خلافی بکنن می آوردن تحت پوشش این سازمان، یعنی بیماری روحی روانیشون رو تشخیص می دادن و بر اساس اون از مجازات فرار نمی کردن ولی توی یک بیمارستان روانی خیلی محکم و بسته که امکان خروج ازش نداشتن قرار می گرفتن. در واقع یک زندانی بودم در یک بیمارستان روحی روانی. ولی توی 20-40 سال اخیر کمتر کسانی که شخصیت ضد اجتماعی دارن یا سایکوپاتی دارن رو میارن توی این چارچوب درمانی. من سوال خیلی زیاد دارم ازتون و به خصوص در مورد از کامران عزیز میخوام، نه این جلسه ولی در مورد ارتباط شخصیت ضد اجتماعی با یه بیماری که در کودکان و نوجوانان شروع میشه به نام کانداکت دیسوردر بپرسم. ولی چون که میدونم که وقت و بحث بیشتری رو میطلبه اجازه بدید که اونو بذارم برای جلسه بعد. چند تا سوال خیلی کوچیک امروز بپرسم که تو این چند دقیقه که وقت داریم. حسین جان در مورد گستردگی این بیماری میخوام ازتون بپرسم و اینکه آیا شباهتی با بیماری های دیگه روحی روانی داره یا نه؟ ممنونم عباس از کامران جان. ابعاد مختلف یا ویژگی های شخصیت ضد اجتماعی رو گفتم ولی من جا داری که اشاره بکنم به دو تا ویژگی مهم که شاید فراموش شد ذکر بشه در تشخیص. یکی این که خب سنه که 18 سال حتما باید باشه که ما بتونیم تشخیص شخصیت ضد اجتماعی بدیم و یکم این که اختلال شخصیتی ضد اجتماعی مثل بقیه به صورت ناگهانی شروع نمیشه بلکه یه سیری داره که سیرش هم شروعش معمولا از دوران کودکی و دوران نوجوانیه که حالا اختلال دیگه رو در کودکی اسپوزاری میشه که کامران بیشتر در واقع تخصص به این زمینه داره بحث خواهد کرد. ولی این یه ویژگیه، یعنی ویژگی سنی رو ما باید در نظر بگیریم. یه ویژگی دیگه هم داره اینی که این رفتارهایی که نشون میده ناشی از صدمات مغزی یا بیماری های دیگه نباشه، چون ممکنه که بعضی از بیماری ها به خصوص بیماری های جسمی بیماری های مغزی همچین رفتارهایی رو در فرد ایجاد کنه که
خب قاعدتاً با اشاره به صحبت قبلیم از یک زمان خاصی شروع میشه و خیلی کهنه و قدیمی نیست. مثلا ممکنه یک حمله مغزی داشته باشه، یک ضربه مغزی داشته باشه، یا بیماری مثلا تشنج مغزی داشته باشه که اینا هم باعث همچه رفتارهایی بشه. و اما در مورد سوالتون، گستردگی این بیماری رو خب بررسی هایی که کردن، آماری که گرفتن، دیدن حدود 2-3% در جمعیت معمولی و خب 2-3% هم میزان زیادیه. یعنی فکر میکنم با همچین افرادی با این ویژگی های خطرناک آزاردهنده جامعه در واقع در هر جا ممکنه روبرو باشه، در هر جا ممکنه در کنار ما روبروی ما اینا زندگی بکنن. و از بابت ویژگی جنسیتی، یعنی بین جنس زن و مردای تفاوت داری یا نه، این بیماری گفته میشه که در مردها 2 برابر زنها پدیدار میشه و خودشو نشون میده، که باز این تفاوت‌های جنسی بیماری‌ها رو خب خیلی زیر سوال بردن. میگن خب بایاس‌هایی وجود داره، سوگیری‌هایی در مطالعات وجود داره که نچر میده. در مورد این هم گفته میشه که شاید در خانم‌ها به اندازه کافی این مطالعه نشده، یا توی عرصه‌هایی که اینا رو مطالعه می‌کنن نمونه‌های خانم کمتر بوده. و همچنین چون خشونت یک ویژگی مهمه دوین که در واقع تو مطالعات اینا رو در نظر میگیره، خب در خانم های ویژگی کمتر شاید اونا میس میشن، ولی به هر حال آمار فعلا نشون میده که در واقع این 2 برابر خانم ها هست. خیلی ممنون. و کامران جان، از لحاظ رشد و تغییر این بیماری در طی زمان هم صحبت بکنید. آیا در جوان ها شدیدتره، در سن بالاتر کمتر میشه، بیشتر میشه، تغییری میکنه، تغییری نمیکنه؟ بفرمایید. این برزوشم تنها مشکل شخصیتیه که سن یا شرط سن درش مطرح میشه. همونطور که آقای دکتر ثانی عزیز فرمودن، باید حداقل سن موقع تشخیص 18 سال باشه. ما این شرط رو در مورد بقیه 9 تا مشکلات شخصیتی نداریم. قدیم ترها توی DSM-3 من فکر کنم مسئله این بود که باید همه حداقل 18 سال می بودن، ولی اون شرط برداشته شد توی همه شخصیتی ها غیر از شخصیت ضد اجتماعی که کماکان میگیم باید حداقل 18 سال باشه در هنگام تشخیص. ولی از نظر اینکه سیمتوم ها از قبل وجود داشته باشه، میگه باید وجود داشته باشه، میگه که باید این مسائل از سن 15 سال به بالا دیده بشه، وجود داشته باشه. ولی از سنای کمتر از 15 سال باید اون مشکلات یا مسائلی که شما هم تو فرمودین conduct disorder وجود داشته باشه. برای همین از شرط سنی یکم متفاوتر از بقیه است که میگه باید از بچگی، از حالا 10 سالگی یا 12 سالگی علائم و سیمتومای رفتاری، حالا conduct disorder بگیم اختلالات رفتاری، وجود داشته باشه و این تداوم پیدا بکنه. بعد از 15 سال کماکان وجود داشته باشه و تو 16 سالگی تمام نشه، 17 سالگی تمام نشه، چون تو موقع هنوز نمیتونیم تشخیص قطعی ضد اجتماعی رو بزنیم، ولی دیگه شد 18 سال و این تداوم ما میبینیم از بچگی و بین 15 تا 18 سال، ما قطعا میتونیم بگیم که این یک اختلال شخصیتی ضد اجتماعیه. این یه چیز خیلی منحصر به فرده، این مشکل شخصیتی است که بقیه ندارن. خیلی ممنون کامران، متاسفانه وقت نداریم، مجبوریم قطع بکنیم. من سوال ازتون خیلی زیاد دارم، در نتیجه یک بهانه است که کامران جان شما رو هفته دیگه هم اینجا همراه خودمون داشته باشیم. طبیعتاً دکتر ثانی که هر هفته همراه من هستن و خوشحال میشیم که شما بپذیرید که هفته دیگه هم با ما باشید. و ممنون از شما عزیزان در خونه که برنامه ما رو نگاه میکنید و با این کارتون در واقع ما رو تشویق میکنید که هر هفته برنامه تهیه کنیم و در کنار شما باشیم. تا هفته دیگه شاد و سلامت باشید. We'll be right back.
بهداشت روان.